2:57 بامداد جمعه به وقت ایران، لحظه تاریخی و نقطه عطفی در صنعت هوافضا. 3, 2, 1. این موشک فالکون 9 که بیشتر یک بار به فضا رفته و به زمین بازگشته بود، برای اولین بار در تاریخ این صنعت دوباره این کار رو با موفقیت تکرار کرد. این راکت عمودنشین پس از رفتن به آن سوی جو در فروردین سال گذشته و بردن موفقیت آمیز محموله خودش به فضا، به زمین بازگشت و به نرمی روی سکوی شناوری در اقیانوس آرام فرود آمد. از اون موقع سپیس اکس مشغول تعمیر بدنه و نوسازی موتورهای فالکون 9 بوده. این استفاده دوباره هزینه پرتاب هر فالکون 9 به مدار زمین رو که حدود 62 میلیون دلار به شدت کاهش میده. با این جهش موفقیت آمیز در مأموریت‌های فضایی، شرکت سپیس اکس یک قدم بزرگ از رقبای خودش مثل بلو اوریجن پیشی گرفته. نشریه سیاتل تایمز شاپ آمریکا در یک گزارش تحلیلی مفصل این لحظه در تاریخ سپیس اکس رو با دومین پرواز موفقیت آمیز برادران رایت، مخترعین اولین هواپیمای جهان، مقایسه کرده و گفته بود دومین پرواز به اندازه اولین پرواز اهمیت داره، چون تازه بعد از دومین پرواز موفق میشه اسم اون رو یک پروژه پایدار نامید. شبکه خبری بلومبرگ آمریکا هم گزارش داده بود که سپیس اکس برای این مأموریت به مشتری خودش که یک شرکت تولید کننده ماهواره‌های مخابراتی در کشور لوکزامبورگ، میزان قابل توجهی تخفیف داده. مدیر این شرکت ضمن ابراز امیدواری به موفقیت این مأموریت در یک توییت گفته بود که آقای ماسک قول داده در صورت فرود موفقیت آمیز بخشی از بدنه راکت به عنوان یادگاری به این شرکت اهدا بشه. هدیه‌ای که حالا بخشی مهم از تاریخ صنعت هوافضا است. حامد بهروان، رادیو فردا.